دو رئیس جمهوری که گفتگوی تلفنیشان یکی را پای استیضاح برده، بالاخره در حاشیه اجلاس عمومی سازمان ملل در یک قاب قرار گرفتند. کاخ سفید خلاصه از متن پیاده شده گفتگوی این دو رئیس جمهوری را از حالت محرمانه خارج کرده. در بخشی از این گفتگو رئیس جمهوری اوکراین حرف را به صدها میلیون کمک نظامی آمریکا می‌کشاند و بلافاصله رئیس جمهوری آمریکا از او می‌خواهد که لطفی در حقش بکند و درباره حزب دموکرات تحقیقی انجام دهد. در جای دیگر آقای ترامپ صحبت را به پسر رقیبش از حزب دموکرات می‌کشاند که زمانی معاون رئیس جمهوری آمریکا بوده. در چندین مورد هم از همتای اوکراینی می‌خواهد که با وزیر دادگستری آمریکا و همینطور وکیل شخصی آقای ترامپ همکاری کند. در نشست مطبوعاتی مشترک اولین سوالی که از ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین پرسیده شد این بود که آیا احساس می‌کرده آقای ترامپ او را تحت فشار قرار داده؟ به نظرم شما همه چیزو خوندید. ببخشید اما من نمیخوام در روند دموکراتیک و شفاف انتخابات آمریکا مداخله کنم. به نظرم ما تماس تلفنی خیلی خوبی داشتیم. خیلی طبیعی بود. درباره چیزهای مختلفی صحبت کردیم و همونطور که شما هم خوندین کسی منو مجبور به کاری نکرد. آقای ترامپ بلافاصله برای تکمیل صحبت‌ها گفت یعنی هیچ فشاری در کار نبوده. آقای ترامپ که انتظار داشت انتشار متن مکالمه از شدت انتقادها بکاهد، دیرتر و در نشست مطبوعاتیش به وضوح از سمت و سوی بحث‌ها در کشور ناراضی بود. پاپوش‌دوزی ادامه داره، اما این یکی برای خودشون بد تموم میشه. برای اینکه وقتی به اسناد نگاه کنن این جوکه، استیضاح اونم برای همچین چیزی. اما دموکرات‌هایی که در کنگره آمریکا خودشان را برای استیضاح آماده می‌کنند، چنین برداشتی از متن صحبت‌ها نداشتند. مثل هر رئیس مافیایی لازم نبود که آقای ترامپ بگه کشور خوبی دارید و حیف بلایی سرش بیاد. از کل مکالمه این حرف قابل فهم بود. اوکراین می‌دونست که اگه کمک نظامی بخواد باید چی کار کنه و اون این بود که بهش کمک کنه سوگند ریاست جمهوریش رو نقض کنه. Violate his oath of office. Very well done. Disturbing. Alarming. غروب چهارشنبه گروهی از نمایندگان کنگره اجازه پیدا کردند که متن شکایت مأمور امنیتی را بخوانند. روز پنجشنبه قرار است که سرپرست نهاد اطلاعاتی که تا به حال جلوی انتشار این شکایت را گرفته بود در کنگره به سوالهای نمایندگان پاسخ دهد. سام فرزانه، بی بی سی در واشنگتن.